در حدود سه سال از وز در درصد در مسئول خدمات مخابراتی میگذرد و تاکنون این درامت های ملی از توی شرکت های خصوصی گرد آوری می شود که این گرد آوری به در درامت ها از توی شرکت های خصوصی نگرانی ها را در مورد حیف و میل این درامت ها بیشتر ساخته است گرد آوری در درصد در مسئول خدمات مخابراتی که قرار بود حکومت دو سال پیش مسئولیت آن را بر عهده بگیرد اما تا نه سیستم در این باره ساخته شده است و نه حکومت مسئول خدمات خدمات گردآوری خدمات مخابراتی تاکنون شده و تانسته که مسئولیت آن را بر دوش بگیرد برای بس بیشتر سایر رزلان سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلومات اینجا با ماستن سلام وقت شما بخیر خیلی خوش آمین به برنامه سلام وقت شما بخیر علت از اینکه که ساخت سیستم ریال تایم که به عنوان یک سیستم شفاف و خاطر گردآوری درصد در مسئول خدمات مخابراتی محسوب میشد و در آزا کشید و تاکنون ما نتانستیم که در حدود سه سال از وضع این محصول مگذره که ای سیستم ایجاد شود در چی است؟ خوب ای یک سیستمی بود که باید نو در افغانستان ایجاد میشد و یک چیز نبود که قبل از قبل در افغانستان زیر بنا داشته باشه یا هم یک یک نمونه داشته باشیم قبل از و ما بتوانیم یک سیستم را من یک سیستم اینجا جور کنیم مشکلات چند قسم مشکل داشت یکی مشکل خود ساختار این سیستم بود که باید در افغانستان ساخته می شود. و یکی هم ما نمیخوایم که درباره مشکلاتی که در, مشکلات در ادارات قبلی وجود داشت و یا هم کسانی نمیخواست این سیستم ساخته شود این ای یک ای ای گپ جداست اما فعلا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کار را با بسیار با شدت بالای این سیستم آغاز کرده و خوشبختانه ولی نزدیک به این هستیم که این سیستم به خیر در افغانستان ایجاد میشه و ما آماده عملی سازی این سیستم هستیم خب چه کسان نم میخواستن که سیستم باید ایجاد شود مفاد از اونا در نساختن این سیستم چیست؟ خوب ای ای کی, کی نمیخواست این یک گپ جداست اما ای که سیستم تا حال ساخته نشده این خودش یک, یک خب اول میتونیم از این شروع بکنیم خب کی نمیخواست که سیستم ایجاد شود؟ خب من نمیگم که کی, کی نمیخواست یعنی در او عباد مختلفی وجود داشت یکی از عبادشی بود که مثلا در اوائل برای ایجاد این سیستم یک, یک پلتفرم وجود نداشت که یک, یک زمینه برای ازی وجود می داشت این خودش یکی از موانی این سیستم بود بعد از اینکه پروسه به تدارکات میره شرکت های وجود نداشت که یک شرکت داخلی ما داشته باشیم این سیستم را پیش ببره بعد از اینکه شرکت های بین آماده این سیستم میشه انتقادات پیدا میشه و شرکت های دیگری که او برنده در شرکت در پروسه نبودند به یک نحوی انتقاد کردند بعد از اینکه انتقاد دیده میشه اداره سیستیکا نظر میده که باید برای ازی که ما بتونیم یک سیستم خوبتر داشته باشیم و یک سیستم بهتر در افغانستان باشه باید دوباره یک نظرسنجی شوه و باید دوباره به با, فکر با نمی اعلان مقاید که وقت بسیار زیاد زایی شده در بخش نزدیک با سه سال ما وقت از دست دادیم مردم انتظارشان همین بودن که دخل باید در زودترین فرصت و در زودترین امکان ما باید این مسئولیت حکومت افغانستان به دوش میگرفت که در سه سال که نشد پس از این ممکن است دقیقا ممکن است شما در خبرم شنیدین که اداره ملی تدارکات نزدیک شده خوب یکی چیزی است که شنیده شده و یک چیزی است که ما فعلا نزدیک هستیم به این سیستم تمام زیر و زیر بنایی که برای این سیستم لازم است از طرف وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی آماده شده تیم های تخنیکی آماده نظارت از این سیستم است و همچنان اداره ملی تدارکات اوقات به زودترین فرصت این را منظور خواهد کرد و ما به صبرانه منتظر هستیم که بعد از منظوری کار این پروسه را عملا آغاز کنیم آیا بودجه کافی به خاطر ساخت از این سیستم دست شما است دقیقا تمام ما قبلا گفتم بودیجه و همچنان زیربنایی که برای این سیستم لازم است که باید این سیستم در افغانستان عملی شود او سیستم تمامشان آماده شده و ما آماده عملی سازی این پروس هستیم و یک چیزی که ما میخوایم تصحیح نمایم شما در مقدمه گفتین که تمام محصولات و یا عواید از طرف شرکت های خصوصی جمع آوری میشه هیچگاه این قسم سیستم نیست تمام تمام عواید از طرف تیم های تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نمایندگان وزارت مالیه و همچنان نمایندگان اداره اطرا جمع میشه و اما این نمایندگان شما هفته یک بار به شرکت ها میرن و خب از شرکت ها پرسان میکنن که چقدر پول نزد شما شما گرد آوری شده چون این چیزی است حیات شما ای 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 هر روز بالا شرکت ها نیست نه خیر این قسم یک چیزی نیست شما کمی دقیق مطالعه کنین سیستم قسمی است که تمام سیستم بلنگ شرکت های مخابراتی از طرف کمیته ها و هیئت های ارزیابی کننده هم یعنی مسلسل قسمی نیست که هر هفته و یک روز است که دو روز میره هر وقت یا میتونه که سیستم های زورا زیابی بکنه و اگر خب ما نمایندگان شما 24 ساعت بالای شرکت ها نیستن که از اون سیستم که شرکت ها دارن از اون نظارت داشته باشن که خب چقدر پول در سیستم از اینا شد زمین ولی امیر امیر ما وقتی که شما میگین که ارزیابی میکنه یکی ارزیابی است که شما میرین پرسان میکنید یکی ارزیابی است که شما میرین شما میرین سیستم تمام سیستم بلینگ شرکت های مخابراتی همواره ارزیابی میشه دیده میشه با گزارشی که از طرف شرکت ها داده میشه با او مطالعه میشه یک گزارش شرکت های مخابراتی است که ما در این ما در این هفته در این چند روز اینقدر مصارف داشتیم یا اینقدر کارت فروخته شده و یکی سیستم بلینگ لینگ شرکت های مخابراتی سی مسائل کم تخنیکی شما باید بیشتر مسائل تصحیح بسازید به جای اینکه خب که شما توضیحات بدین که مردم هم از همین خاطر من خواستم کیر تصحیح بسازم تیم های تخنیکی ما و هیئت سه اداره مختلف اینا همواره میره و گزارشی که از طرف شرکت های مخابراتی داده میشه او چک میشه با سیستم بلینگ شرکت های مخابراتی که واقعا این شرکت چقدر فروشات داشته و چقدر فروش داره سیستم در نزد خود شرکت هاست ها و شرکت ها میتونن به هر علتی که باشه به با هر بهانه که باشه در خید سیستم خید رو پیش در از اونوز میتونن که دست بزنن در سیستم در خدا در یعنی هیچ نمی... شما نمیتونین که حداقل به مردم اینمی تضمین که خب اینمی پروسه شفاف است چون هر روز شما نیستین بالای شرکت ها و نمیتونین که سیستم از رو بگین که خب این سیستم شفاف است ما بارها شکایت داشتیم در این بخش که مردم خود شکایت داشته خود وزیر مخابرات گفتن که یکی از شرکت ها دستبرد زدن بر از درآمد ها خب وقتی که دستبرد زده شما امو خبرم ببینید که او 20 میلیون جریمه شده با خاطر فقط دولک و چند افغانی بود یعنی که اون بگن هایفو... که سیستم از اینا واقعا شفاف است ببینید به خاطر از که ما از پول پول و از از, 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 یک افغانی مردم ما حفاظت داشته باشیم و به با, با آید ملی بره از او خاطر این سیستم لازم خب است که خب اگر حفاظت میکردین پس چرا آن شرکت توانست که دستبرد بزنه برای زینه رومت دستبرد نزده او, شاید یکی از اشتباهات شده باشه و اگر هر اشتباه باشه او, اشتباه او قابل, قابل قبول نیست در نید. هر شرکت صورت بگیره؟ خب اگر در هر شرکت میگیره هر شرکت جریمه هم میشد به رسانه ها هم میبرامد که این شرکت جریمه شده اما خوشبختانه تا حال ما فقط یک قضیه داریم که دو دا یک یک اختلاف بین گزارش و بین او سیسтеم блиن موجود بود اما دаر مаҷбوع ҳаیат بиسیار به جدیт تعقیب میکنه و ارزیابی میکنه و اما به خاطر اطمینان مردم و به خاطر ازی که ما از هر پول و هر افغانی مردم ما حفاظت کنیم و صادقانه و به اواید ملی بره این سیستم لازم است و این سیستم هست به خاطر که ما از از محصولات مردم پس به مردم اطمینان داده بتونیم از روز که روند در درصد مسئول خدمات مخابراتی تاکنون آغاز شده چقدر پول گردآوری شده بابت امسال در حدود 2.3 میلیارد افغانی تا به حال جمهوری شده و در مجموع ما در حدود 12 میلیارد افغانی به خزانه ملی اواید داریم اگر مشخص صحبت بکنین به که چقدر مدت دیگر در بر میگیره که ما سیستم ریال تایم بسازیم و عملا از او استفاده صورت بگیره ما قبلا هم am. گفتم اگر ما از اداره ملی تدارکات منظوری قرارداد را به دست بیاریم و کمپانی معلوم شوه ما آماده فعلی این پروسه هستیم و یکی سیستم تخنیکی شاید یک چند ماه وقت بکشه تا که سیستم فعال شوه اما یعنی کاملا ما خود تانستیم که سیستم رو بسازیم چون مردم منتظر هستن که چی زمان ساخته میشه انشالله ما وعده میتم که تا آخر امسال بخیر خیر ما صاحب سیستم ریل تایم خواهیم بود ما امیدوار هستیم که ساخته شود تشکر, تشکر. بسیار زیاد سپاس از زودتان در برنامه شاید.